در همین زمینه آقای مایکل پریجنت، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در مؤسسه هاتسن، از طریق اسکایپ با ما هستند. آقای پریجنت، ممنون از اینکه با ما همراه هستید. اول میپردازیم به سخنرانی آقای نتانیاهو که همین حالا تموم شد. به نظر شما مهمترین پیامی که آقای نتانیاهو در ارتباط با ایران برای رهبران جهان داشت چه چیزی بود؟ خیلی مهمه که باید توجه بکنیم که همونطور که شما گفتید راجع به کره شمالی صحبت کرد. نگاه کنید به کره شمالی، الان گزینه‌های کمی وجود داره در رابطه با گزینه نظامی مورد توجه، به خاطر اینکه اگه گزینه‌های دیپلماتیک ناکام بشه برای جلوگیری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، اون وقت باید متوسل بشیم به گزینه نظامی. میتونید نگاه کنید به کره شمالی و در واقع درست توافق با ایران رو ببینید در مقایسه با اون. توافق با کره شمالی میتونه در واقع توافق هسته‌ای با ایران میتونه بین 1 تا 10 سال دیگه درست شبیه وضعیت الان کره شمالی باشه ایران. مسئله‌ای که الان آقای نتانیاهو میگه باید توجه معطوف بکنه به ایران، صدور تروریسم و سوی ایران به سوی گروه‌های مثل حزب الله، گروه‌های نیابیش در عراق که الان دارن وارد اسرائیل میشن، به خصوص در جنوب شرقی سوریه وارد مرز میشن. برابر این باید توجه کرد به این مسئله که آیا باید در موقعیت بهتری قرار خواهیم داشت و الان و سیاست‌های آمریکا کمک کرده به ایران که این کار بکنه. برای من فکر می‌کنم که در کنار دونالد ترامپ ایستاده و داره نگاه می‌کنه به ایران به عنوان یک تهدید و میگه باید الان توجه کنیم. و سوال دیگه من درباره سخنرانی پرزیدنت ترامپه. با توجه به اینکه پرزیدنت ترامپ برای چندمین بار توافق اتمی با ایران رو بدترین توافق تاریخ آمریکا خوند و ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرد، به نظر شما سرنوشت این توافق در آینده به کجا میرسه؟ جالبه که آدم گوش بدیم به حرفایی که آقای نتانیاهو گفت. وقتی نگاه میکنیم به ادعای ایران که ایالات متحده است که داره موارد نقضی رو داره در برنامه برجام، از جمله این که مثلا آمریکا سیستم بانکیش رو به روی ایران باز نکرده و میبینیم که خیلی از شرکت‌های اروپایی تردید داره در اینکه سرمایه گذاری بکنن در ایران. وقتی نگاه میکنیم به احتمال این که در واقع مهر صلاحیت قرار دادنش رو پایبندی ایران از ایران، آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای میگه که نمیتونه از تاسیسات ایران بازدید کنه، ایران هم که میگه اجازه نمیده، برای من رئیس جمهور آمریکا چیکار میتونه بکنه؟ آیا اون توافق با ایران رو در واقع صلاحیتش رو نقض میکنه یا به کنگره فرصت میده که در واقع بتونه راه دیگه پیدا کنه، یا به متحدان اروپایی ما میده که خودشون رو تطبیق بدن؟ نهایتا نگاه میکنید که در واقع یک اقتصاد آمریکا رو میبینید در برابر اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران. سپاسگزارم از شما آقای مایکل پریجند، کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در مؤسسه هاتسن که با ما همراه بودید.